باز هم خوش آمدین. آقای عبدو، آقای زلان گفتن که اراده برای اصلاحات وجود نداره و همه تلاش ها به خاطر یک معامله سیاسی هست که کی بیشتر نفت ببره به خاطر انتخابات های پیشرو، به ویژه انتخابات مجلس نمایندگان یا انتخابات پارلمانی که در پیشرو داره. ما واقعا چنین هست؟ ببینید، من خدمت شما عرض بکنم، وقتی که میگیم اصلاحات باید بیا، اصلاحات در کجا باید به وجود بیا؟ طبعا او خوب برمیگرده به ای که انتخابات کیا خود کاندید میکنه، کیا امکان موافقت کامه بیش است، چهرهای موثر کیا میتونه در آینده بیاره و ایسی اعضای ولسی جرگه افغانستان و اعضای شورای ولسوالی، چون انتخابات شورای ولایتی تمام است دیگه، خود دیگه جدیدن کسی نمیه. من فکر کنم که ما وقتی که گپ از اصلاحات میزنیم، یک کاری هم دراز مدت و هم تدریجی و هم مؤثر، هر سه‌اش ما باید در نظر بگیریم. ما نمیخوایم بگیم که اصلاحات بیا فقط برای انتخابات پارلمانی بیا یا برای انتخابات شورای ولسوالی بیا. ما اصلاحات میسازیم، با وجود میاریم، به خاطر اینکه اولین انتخاباتی که بعد از آمدن اصلاحات به میان میاد، انتخابات پارلمانی افغانستان است، شورای ولسوالی است، تا اینی که اینا آمادگی خود بگیره برای تعدیل قانون اساسی، چون امو لوی جرگی تعدیل قانون اساسی مکانیزمش تکمیل شوه. شورای ولسوالی باید موجود باشه. شورای ولسوالی می من خدمت شما عرض میکنم، اصلاحات وقتی ما، البته ما من ایسی نماینده مردم و من ایسی یک شهروند، وقتی برداشتیم از آمدن اصلاحات چی است، ما میگیم که اصلاحات به در ساختار کمیسیون انتخابات شکایت انتخاباتی حتما باید اصلاحات وجود بیاد، چون اینمی ساختار و قوانین انتخاباتی همین ساختار نتوانست مشکل انتخابات ریاست جمهوری شورای ولایتی را حل بکنه، یعنی نقصه درش موجود بود، نه تنها در انتخابات، این انتخابات های گذشته مشکلات خود داشت، ولی که خوشبختانه در این مرحله ولسی جرگه و مشران جرگه موفق شد قانونی را به تصویب برسانه و به توشیه رئیس جمهور برسه که بر مبنای همون قانون این مرحله انتخابات برگزار شد. حالا قوانین شاید ممکنه با او اندازه که انتخابات زیر سوال رفت، شاید ممکنه با او اندازه نقص در قانون وجود داشته. آقای عبدو، آنچه را که شما میگین هر دو مهمان ما هم با او موافق هستند که اصلاحات به این گونه صورت بگیره، اما آنچه را که امروز جریان داره از کار هر دو طرف و یا عکس العمل های دو طرف وقتی که ما میبینیم به تعبیر میمان های ما، چنین چیزی را ما نمیتونیم پیدا بکنیم، این اراده ای را پیدا نمیکنیم. ببینید، وقتی که میگم توافقنامه سیاسی امضا شد، در او توافقنامه آمده یک بندش که ایجاد کمیسیون خاصی جهت آوردن اصلاحات در ساختار و در سیستم انتخابات، وقتی که یه میگن، یعنی به این معنی نیست که از این چند تا می از اون چند تا می، مثلا تغییرات در اصلاحات در چهره ها، تغییرات در چهره ها اگه بگیم، اصلاحات در قوانین انتخابات، در سیستم انتخابات، در طرز العمل های انتخاباتی که عملا وجود داره، در لوای انتخاباتی که وجود داره، در نوی استخدام کارمندان موقتی انتخابات، اینا چگونه انتخاب شود؟ مثل گذشته آیا هر فرد خودشان بیا مراجعه بکنه، اینا رو به اسم کارمند موقتی بگیره، در یک روز هر چی کار خلافی که از اینا میتونه سر بزنه، با گرفتن وجهی یا با وعده دادن به یک موقفی، اینا تخلفات خود انجام بده، هم اعتبار انتخابات از بین بره، هم مردم درست اعتماد بسازه. این مورد هست خب که همه روش توافق دارن. آقای عبدو، ما میخوایم وقتی که ما میگیم اصلاحات به وجود بیاد، اصلاحات روی اینی میخواد، روی این میاد. اما پرسش اصلی اینجاست که ما در این همه مدت اول موفق نشدیم تا دیر زمانی که این کمیسیون را ایجاد بکنیم، فرمانش صادر نشد، این مدت چندین ماه را گرفت. پس از او که فرمانش صادر شد، حال هفته های زیادی است که ما روی ریاست این کمیسیون ما جنجال داریم. بانو شکریه بارگزای از طرف ریاست جمهوری به عنوان رئیس معرفی میشه، از طرف ریاست اجرایه رد میشه، پس از او هم در فیسبوک افراد نزدیک به ریاست اجرایه نوشته میشه که آقای جانداد اسپیلگر به عنوان رئیس انتخاب شد، ای از طرف ارگ پذیرفته نمیشه یا تا به حال تایید نشده. اینجا دیده میشه که جنجال روی افراد هست، روی افرادی که به کدام طرف تمایل دارن، مگر همین گونه نیست؟ من خدمت شما پیشتر امیر میخواستم عرض بکنم، من موافق هستم به اینکه طولانی شد، فرصت ها از بین میره، از دست میده مردم افغانستان، این من کاملا موافق هستم، به خاطر چی که ما عملا انتخابات پارلمانی رو پیش روی داریم. اگر انتخابات پارلمانی در زمانی که قانون اساسی حکم کرده برگزار نشود، باز یک تخطی دیگر از قانون اساسی افغانستان است. من موافق هستم با این دوستای خود، موافق هستم که بسیار به تاخیر افتاد،
چرا این حرکت یک مقدار سرعت پیدا نکرد، زودتر اینا کار خودش رو میکردن، زودتر هم مشوره هایی که اینا از قرائت، مطالعه و تحلیل و ارزیابی اوضاع زمان انتخابات اینا وقتی که به دست میاره تا کجا این کمیسیون باید کار بکنه، حداقل انتخابات های گذشته را کاملا معیار قرار بده، ببینه در مشکل در کجا بود که اون مشکل باید ببینه در قوانین وجود داره نداره، اگر نداره نقایصی در کمبوداتی در قوانین است اونا رو باید پر کنه، اگر هست تکمیل نیست اونا رو باید اصلاح بکنه، اگر اضافه هست و عملا در انتخابات ها نتونسته که از استفاده مفید نبوده اونا رو باید کم بسازه. آقای ایوب زاده میگن که بیشتر از این که روی مسلکی بودن و بحث ای که وارد باشن افراد در بحث تکنیکی انتخابات روی ای لحاظ شده باشه، فکر شده باشه، بیشتر روی ای که چی کسی و کدام تیم نزدیک هست، گرایشش با کدام طرف هست، روی ای تاکید میشه. ما تاکیدم سر از ایسته که خب یک سری واقعات را آدم باید از نظر دور نداره. واقعات ایستن که عملا مسئولین تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی هر دو تا دکتر صاحبا با همکارانشان اینا لی بالاخره دیروز اگر رقیب بودن امروز با همدیگر ناگزیر در یک صف واحد برای افغانستان باید کار بکنن. متوجه هستین؟ که چنین نیست. حداقل در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ما میبینیم روی تعیین ریاست چقدر جنجال هست. ببینید من میگم هست. مثلا در قسمت تشکیل کابینه هر دویشان تلاش کردن، در قسمت مسافرت ها هر دویشان تلاش کردن، در قسمت به دست آوردن کمک ها و تقاضای کمک ها جهت آغاز کار پروژه های اینا هر دویشان تلاش کردن، در مقابل طالب و داعش و القاعده و هر چی مخالفی که وجود داره هر دویشان با یک نیت تلاش میکنن و هر دویشان تلاش دارن که اگر پروسه صلح به یک جای برسن و خب اگر نرسه حداقل قضیه را با جنگ پیش ببرن. اینا را همه شما ایجاد شما خوشبین هستین به خاطر اصلاحات ایجاد کمیسیون، ایجاد کمیسیون هم اینا هر دویشان کمیسیون ایجاد کردن. من فقط در این بخشی که دیر آغاز شده من شاکی هستم، دیر آغاز در نباید یک قطال بخوره، اینا باید کارشان باید وقت شروع میشد. این که سری چهره ها دیش هم من موافق هستم که باید چی کار میشد، سه طرف معین، اما نباید مانا که سه طرف امو افرادی که توانمندی نداره دو طرف اینا رو انتخاب بکنن. از نهادهای جامعه مدنی کسانی را بگیرن، کسانی را بگیرن که اینا تجربه دارن از برگزاری انتخابات ها، تجربه دارن از کشف و شناسایی نقایص، تجربه دارن از مشاهده و نظارت بر انتخابات ها، و طبعا هر دو جانب از هر دو تیم هستن به خاطر از دو تیم هم افرادی را که میاره کوشش بکنه که افراد نزدیک به خود تنها صفت نزدیک بودن نداشته باشه، افراد را از هر دو تیم بیاره که اونا هم یک مقدار آدمایی باشه که هم علمش داشته باشه هم تجربه شده باشه، بدون رئیس گزینش شده چنین اوصافی را که شما میگین دارن. حالا من نمیفهم این را باید ببینیم که من هنوزم تا هنوز یک مقدار در این مورد ملاحظه دارم که معلوم نیست تنها در مورد رئیس اینا تصمیم میگیره یا با همی شکایت ها و با همی صحبت ها و انتقاداتی که از جانب رسانه ها مطرح شد، سیاسیون مطرح شد، نهادهای جامعه مدنی مطرح شد، احزاب سیاسی مطرح شد، خب مسئولین دولت مطرح شد، آیا که این دفعه شاید مکمل شاید اکثر تغییرات بیاره، من دقیق نمیفهم، اما من به این باور هستم که خوشبین هستم بخاطر من به این باور هستم که هیچ رای غیر از تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی نداریم تا اینی که ما بتونیم بگیم انتخابات شفاف باور بری دارین که این کار انجام میشه؟ هیچ رای وجود نداره. خب نه هیچ رای وجود نداره، این درست هست، اما شما باور دارین به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان نماینده مردم و یک کسی که در این موارد دخیل هستین بیشتر از دیگران، چنین باور دارن که کار میشه؟ ما بازم تاکید میکنیم هیچ رای غیر از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای هر شما دو مطمئن نیست بزرگوار وجود نداره. دوم، تا اینا اصلاحات نبیاره دنیا پول نمیده، تا اینا اصلاحات دیگه نبیاره مردم به پای صندوق رای نمیره، تا اینا اصلاحات نبیاره انتخابات برگزار نمیشه. وقتی که انتخابات برگزار نشد، وقتی که دنیا پول نداد، وقتی که مردم حاضر نشد به پای صندوق رای، یعنی اصل و اساس نظام هم زیر سوال میره. ما وقتی که پارلمان دیگه در آینده مشروع نداشته باشیم، او دوباره نمیتونه حکومت نظارت دق بکنه، نمیتونه قضا را نظارت بکنه. سپاسگزارم آقای عبدو، تشکر از شما آقای عبدو. آقای ایوب‌زاده، با این حالتی که ما داریم در این بیشتر از هفت ماه تجربه میکنیم، کمیسیون عملا کارش را آغاز نکرده، اعضایش اگرچه تای فرمان پس از به خاطر ایجاد کمیسیون اعضا گزینش شد، اما رئیس هنوز نداره، عملا کارش آغاز نکرده،
چند ماه دیگه هم اگر هم اینطور بگذره انتخابات پارلمانی پیش رو داریم و انتخابات شورای ولسوالی ها، باید چی انتظار بکشیم در مورد دو انتخابات؟ ما خوشبختانه یک نشستی داشتیم با بیشتر از 50 نهاد که با ما همکار هستند در 34 ولایت افغانستان و خواستیم امی مشکلات امروزی را به تحلیل و تجزیه بگیریم. بالاخره به نتیجه رسیدیم که اصلاحات به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اصلاحاتی که ما تعبیرش داریم و تعریف میکنیم که بدون اصلاحات رفتن به طرف انتخابات یک اشتباه هست و ممکن یک انتخابات جالبی نخواهد بود، زدبندها را بیشتر ایجاد کرد و امو ساختارهای سیاسی که تازه شکل گرفته با چالش مواجه خواهد شد. نتیجه دوم که ما بهش رسیدیم که با این وضعیت این کمیسیون نمیتونه کارکردهایی داشته باشه که این پیش از پیش ما به قضاوت رسیدیم متاسفانه که بتانه روی اصلاحات شما بیشتر بفتن که اراده وجود نداره. ما حالا میگن که امی وقتی که اراده وجود نداشته باشه وقتی که اراده وجود نداشته باشه کمیسیون ایجاد شد باز ما به نتیجه نمیرسیم. ما باز بس مدعی بوده که در نتیجه دومی که ما در جلسه رسیدیم این بود که وقتی که اراده شکل نگره، ما دلالشون پیشتر روش اشاره کردم، کمیسیون ممکن شکل بگیره، افراد تعیین شوه و اینا فعالیت داشته باشن، ولی الان چی که ما توقع داریم، الان چی که پروسه نیاز داره، او اصلاحات شاید روش کار نشه. منطق ما چی بود در بس؟ منطق اولی بود که هر دو تیم عملا در انتخابات سهیم بودن، نظارت کردن و چهار جانب مشکلات انتخاباتی را اینا میفهمیدن و میفهمن و تجربهشان هم بهتر از در انتخابات گذشته نسبت به خیلی از افراد. یک، اگر همچه یک مورد وجود داره، چرا امروز تلاش صورت میگیره که افراد از دو تیم در یک کمیسیون باشن؟ چرا اینا خیلی پس با هم مشوره نمیکنن همون مسائلی که اصلاحات اینا خودشون شناسایی کردن با هم تفاهم کنن و بالاخره اینا یعنی شما فکر میکنین که ایجاد کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی نیست؟ ببین اینا یک پوشش سیاسی است ایجاد کمیسیون. کمیسیون یک پوشش سیاسی برای معامله میگیم یا برای منافع هر کدام از یک تیم ها. اگر برای پوشش سیاسی هست کمیسیون، پس چرا این همه جنجال میکنن به خاطر ریاست کمیسیون؟ خب بسی جا بیشتر میخوان این را به عنوان یک افزار سیاسی ازش استفاده کنن. ببینید کار اصلاحات کار بسیار طولانی هم نیست. درست است که ما در کوتاه مدت، میان مدت، طول مدت میتونیم برش فکر کنیم، برنامه‌ای داشته باشیم، ولی برای آغازش ما کارهایی داریم که انجام بدیم. وقت در گذشت است، میبینیم که میگذره و وقت کشی صورت میگیره، همو یک کار کوچک عملی صورت نمیگیره. کار کوچک عملی هم که در کمیسیون عدلی و قضایی صورت گرفت، متاسفانه با چالش بسیار بزرگ مواجه شد. در خود پارلمان که ایشان نتونستن، اینا بسیار تلاش کردن، من واقعا ازشان سپاسگزار هستم، ولی با چالش بزرگ مواجه شد، قانون روش کار صورت نگرفت. ببین ما قبل از ما نیاز داریم، ایره نایده نباید گرفت که پس درست است. پس این مشکل بر نمیگرده به دو رهبر حکومت وحدت ملی، آقای دکتر غنی و آقای دکتر عبدالله؟ اینجا اعضای پارلمان هم پس همین گونه دیدگاه دارن. ببینید وقتی شما پیشتر گفتین که مردم تقسیم دو شد در انتخابات بب. و امروز هم هر کدام حامیای خود داره، هر دو تیم حامیای خود هم در پارلمان داره، هم در شورای ولایتی داره، هم در احزاب سیاسی داره و در ساختارهای دیگه. متاسفانه بنان اینا وقتی که اراده در بالا شکل نگیره خیلی دشوار خواهد بود که قانون در پارلمان تصویب شود. حالا ما باورمند نیستم که اراده شکل گرفته، با دلایلی که من روی صحبت کردم که میکانیزم به تاخیر مواجه شد ایجادش، اختلافایی وجود داره روی افراد، زمان بیشتر، اظهارات زده نقیز، نبود تعبیر دقیق از اصلاحات انتخاباتی. با این دلایلی که ما بهش اشاره میکنم اراده شکل نگرفته و ما در جلسه خود به این نتیجه رسیدیم که این کمیسیونی نمیتونه باشه که واقعا به اساس نیازمندی پروسه کار کنه و اصلاحات شاید باید که ما توقع داریم روش کار کنه و بالاخره او مورد تصویب، مورد پذیرش دو رهبر در حکومت وحدت ملی قرار بگیره. سپاسگزارم آقای عیب‌زاده.